تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد، ما هم نگاهی به تفسیرش داشتیم، تفسیر خیلی ساده و روان و قطعی. به جزء آخر قرآن رسیدیم، سوره تکبیر، و الان آیه 22 به بعد هستیم. و ما صاحبكم بمجنود ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. یکی از برنامه ها اینه که وقتی به انسان تهمت میزنن هم باید خودش هم از خودش دفاع کنه، مثل که به پیغمبری میگفتن انا لنراک فی ضلال، تو منحرفی، از خودش دفاع که فرمود لیس بی ضلاله. به پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی سفاهه، تو سفیهی، فرمود لیس بی سفاهه. گاهی باید خودش دفاع کن، گاهی هم باید مردم از انسان دفاع کنند، که قرآن میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، چرا شما از مظلوم دفاع نمیکنید؟ گاهی هم خدا باید دفاع کنه، ان الله یدافع، خدا دفاع میکنه. هر تهمتی به پیغمبر زدن خدا دفاع کرد. مثلا به پیغمبر گفتن ایشون با جن رابطه داره، میفرماد و ما صاحب بکن به مجنون، مصاحب شما پیغمبر جن زده نیست. نمیگه و من رسولو به مجنون، میگه صاحب بکن، صاحب یعنی مصاحب شما بوده، یه عمر تو شما بوده، با شما رفت آمد داشته. آخه مجنون جن زده که میگه میشه آدم 40-50 سال تو مردم باشه همه او رو امین بدونن، یه مرتبه بگن تو جن زده؟ ما 40 سال تو شما بودیم. قرآن فرمود لقد لبست فیکم عمرا، ما یه عمری تو شما بودم، چه خلافی از من دیدید، چه انحرافی از من دیدید؟ خدا به پیغمبر گفت صاحب، یعنی اون کسی که با شما مصاحبه. و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین، این پیغمبر جبرئیل را در یک افق روشن دیده، از طریق وحی، از طریق فرشته است. و ما هو علی الغیب بزنین، زنین یعنی بخید، او اخبار غیبی رو که پیغمبر دریافت میکنه بخل نمیکنه، هر چی رو که خدا بهش گفت پیغمبرم به مردم میگه. تلک من انباء الغیب، خبرهای غیبیه که تاریخ گذشته ها میگه، به پیغمبرم میگه اینا رو. و ما هو علی الغیب بزنین، زنین یعنی بخید، و ما هو به قول شیطان الرجیم، این حرفا حرف شیطان رانده شده نیست، خب حرفا خداست، القاعات شیطان نیست. پس ببینید نه القاعات جن، نه القاعات شیطان، نه هوسهای درونیه ما ینطق عن الهوا، نه فشارهای بیرونیه که حال جن و شیطان القا کنند، نه انسانی ارغا کرده که شما میگید یعلمه بشر، نه فردیست که یعلمه بشر، نه جمعیست که میگید اعانه علیه قومون آخرون. آخه گاه وقتا ما گفتن یه نفر کومه که پیغمبر میکنه، یه نفر به پیغمبر آموزش میده، گفتن یعلمه بشر، گاه میگفتن یعنی که نی یه جمعی هن اعانه علیه قومون، گاه میگفتن جنها جن زده هست، گاه ممکنه بگن نها وسوسه ها القاعات شیطونه، هوسه درونیه. انواع تهمت ها رو به پیغمبر زدن، خداوندم همه تهمت ها رو، این نخا رو قیچی میگیره، همه رو قیچی میکنه، حوثه. و ما ینطق عن الهوا، کج دید، ما زاغ البصر، قلبش کج شد، ما کذب الفؤاد، ابتره، نشانکه اول ابتر، مجنونه، و ما صاحبكم به مجنون، شاعره، و ما علمناه شعر، کاهنه، کاهنم نیست. تمام تهمت هایی که به پیغمبر زدن قرآن همه رو رد میکنه. این خودش درسه، یعنی باید جواب تهمت ها رو داد، باید مردم هم از
مظلوم ها و از کسانی که مورد تهمت به ناحق هستن باید مظلوم دفاع کنن. خب پیغمبر جبریل رو میدید و لقد رآه، چون که در سوره نجم هم داریم که لقد رآه نزلتن اخرى، اینجا میگه و لقد رآه بالافق المبین، یعنی پیغمبر جبریل رو میدید. پیغمبر علم غیب بلد بود، تلک من انواع الغیب، و علم غیب هم در اختیار مردم میذاشت. و ما عن الغیب بظنین، ظنه به معنی بخل ورزیدنه. یه بارم بیشتر تو قرآن کلمه نیومده. هر خبر غیبی که خدا، یعنی هر خبری که خدا به پیغمبر میداد، پیغمبر مأمور بود مردم میگفت بخل نکرده. خلاصه قرآن در مرحله نزول از هر گونه تحریفی محفوظه. جبرئیلش امینه، کارگزاران تحت امر جبرئیل مطیعن. اینطوری که جبرئیل دستور بده باقی فرشته ها تصرف کنن، کوتاهی کنن، افراد تفرید کنن، هم واسطه ها واسطه های امین و قوی و این ها هستن، هم خود پیغمبر امین و قوی هست. خب این دو تا آیه هم آیه آخر دیگه درسی بعد انشاءالله میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.